به نام خدا و عرض سلام، وقتتان بخیر. در امتداد ناامنی های مرکز و ولایات افغانستان، ولسی جرگه سرپرستان نهادهای امنیتی کشور را به استجواب به مجلس خواستند. شدت ناامنی های اخیر در جریان هفته گذشته در کابل و حملات ناجوانمردانه دشمنان آرامش مردم افغانستان امروز، دیروز و روزهای دیگر در ولایات افغانستان باعث شد تا نماینده های مردم سرپرستان نهادهای امنیتی را در ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان به استجواب بخواهند. اینکه پاسخهایشان تا چه میزان قناعت بخش بوده و دقیقا پاسخها در قبال علل ناامنی های اخیر در کل در افغانستان چه موارد بوده، در بحث امشب با حضور نماینده های مردم در مجلس نمایندگان و بحث رو بررسی میگیریم. من همدرد غفوری میزبان این برنامه هستم و شما عزیزان را به برنامه امشب نگرش خوش آمدید میگم. مهمانانی که اینجا حضور یافتند، محترم غلام حسین ناصری، محترم نعیم لاله حمیدزی و همچنان آقای نقیب الله فایق به این برنامه دعوت شدند که تاکنون نپیوستند. اما آقای لاله و آقای ناصری خوش آمدید میگم. به برنامه خوش آمدید. لاله صاحب هر کار داشتید. ناصری صاحب، میخوایم از شما بپرسم و بدانم خیلی ساده شما چی یافتین پاسخ ها را؟ علت ازدیاد و شدت ناامنی های اخیر چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی و همینطوری میمانو محترم به عنوان شریکی در بحث جناب آقای حمیزی، وکیل محترم ما در ولسی جرگه و تمام همکاران محترم تکنیکی و کلیه بینندگان محترم شبکه آریالا نیوز. سپاس. خب یک چیزی تعامل عرفیس، چیزی که ما از صحبت ها و جنبندی که مسئولین محترم به عنوان سرپرست ها توضیح دادن، خب بخشی از مشکلات بوده که همیشه هر وقتی که آمده همون مشکلات ها مطرح میکنه. بله. و این مطرح بوده و چیزی جدید را من از ابتدا تا به انتها وقتی که مطالعه کردم و به جوابات مسئولین محترم سکتورهای امنیتی که امروز دعوت شده بودن گوش دادیم، به نظر ما کدام موضوع و به اصطلاح اجندای خاص را که برای ما جالبیت داشته باشه و جنبه جدیدیت مطرح باشه، که یعنی مشکل جدیدی پیش آمده که بعد با طرح اون مشکل جدید و موضوع و مسئله نامنی در افغانستان گسترش پیدا کرد. معنی این مسئله آقای ناصری چی میتونه باشه؟ چالش ها و مشکلات یکسان از گذشته و از جلسه های گذشته تا کنون یکسان یک نواخت است که پاسخ این گونه است، یا نه طرف دیگه موضوع که اینا سلنگاری میکنن یا اینا نمیخواین همه موارد را با شما در جریان بگذارن، با قوه تقنین افغانستان، با نماینده های مردم شریک بسازن، کدام یکی از موارد دخیل است؟ یک بخشش ما امروز خودیم استنباطیم و باور ما است که با کمال تاسف با صداقتمندی تعدادی از دوستان فرزن حرف نمیزنه. به عنوان مثال یک نماینده حق داره که وقتی که حرف در دلش هست و حقوق و مسئولیت و واجبه ملی از او ایجاب میکنه مطابق با قانون اساسی و اصول وظایف داخلی که مسئله را مطرح بکنه. بله. به عنوان مثال یکی از کسایی که سوال داشت، یک سوال مطرح کرد، من بودم و همی بود که من از جناب آقای نبیل به عنوان سرپرست ریاست محترم امنیت ملی و همینطوری از جنرال صاحب سالنگی به عنوان سرپرست محترم وزارت داخل است، هر دوتایش یک سال داشتم، فقط یک سال داشتم که باید جواب میدادن یا یکی از اونا باید جواب میدادن. او عبارت عزیزی بود که ما و شما در جریان هستیم و شما هم قطعا و کل مردم افغانستان در جریان از قضیه هست. او عبارت عزیز در روزی که جناب آقای داوود عمر، عمر داوود زی وزیر محترم قبلی وزارت محترمی داخله، وقتی که خداحافظی کرد با پرسنل پایین رتبه و بالا رتبه و متوسط رتبه وزارت محترمی داخله، یک چیز گفت. او عبارت عزیزی بود که گفته که ادبیاتی که او به کار بود، ما عین ادبیات به کار میبریم و این روز در ولسی جرگه مطرح کنم. او عبارت عزیزی بود که گفته که
سه چهار نفر از مامورین عالی رتبه و بلند رتبه ما بله. برای بعضی کشورهای خارجی جاسوسی میکردن و اینا را به اسلام ما به لوی سالمانلی معرفی کردیم. خب من همه را سوال کردم که این کی بوده؟ قبلا چون ما و شما همیشه یفواهات وجود داشت و دور از واقعیت هم نبودن که در سکتورهای امنیتی با تمام زحماتی که کشیده و این سوال هم که ما مطرح کردم به خاطر از اینکه باید شفاف اونا جواب میگفت تا چهره های مقدسی که اینجا خون داده مبارزه کرده دفاع کرده شب و روز تلاش کرده واقعا پاسبانی کرده پاسداری کرده از حریم افغانستان از تمامیت ارضی افغانستان جغرافیای سیاسی افغانستان و از تمام به اصطلاح دارایی های مردم و از نوامیس ملی افغانستان چهره از اینا باید پاک شوه. وقتی که ما میایم حرف کلی رو مطرح میکنیم میگیم سه چهار نفر از مامورین و عالی رتبه ما که در بخش امنیتی بوده اینا جاسوسی میکرده برای کشورهای خارجی خب برای پاکستان بوده برای کدوم کشور دیگه بوده کی بوده پس بنابراین این دلیل بر همینه که بارها و بارها گفته شده که فرزند دشمن دقیقا در سکتورهای امنیتی نه تنها در رده پایین ها بلکه در مقام ها در مقامات بالا نفوذ کرده که میتونه به اصطلاح هر جایی را که میخواد هدف بزنه هدف بگیره هدف بگیره تارگت خود میتونه مشخص بکنه و اونجا هدف بگیره و به اصطلاح انفجار شده به عنوان مثال مثلا نفوذ کردن دشمن در دفتر کاری قمندان محترم امنیه ولایت کابل که دیروز برادر فداکار و مبارز همه ملت مسلمان افغانستان و فرزند رشیدی که واقعا بسیار دوستش هم دارم جنرال صاحب زایر زایره وقتی او را نتونستن ناکام ماندن ماوین او را به شهادت رساندن خب این بدون بالاخره یک نفوذ یک عوامل نفوذی امکان نداره بنان شما به خاطر اینکه وقتی ما پاسخ شما گرفتین از اون سرات های امنیتی چه کسی بود با کمال تاسف جناب آقای حمیدزاده صاحب شرف حضور داره جناب آقای نبیل میگه ما هم چیزی در جریان یعنی کسی پیدا نکردیم نبوده یعنی نیست درسته و جناب آقای سالنگی هم که آمد اصلا به این قضیه نپرداخت گرچه اوش اشاره کرد که باز جناب آقای سالنگی به این مسئله پاسخ داد. خب وقتی که پاسخ ندادن ما نخواستیم که اونجا سماجت کردم باز صحبت زوره با این پاسخهایی که مطرح میکرد نام ما رو نگرفتن که شما چی سوال کردین ما سر بزنیم پس بنابراین من به عنوان یک نماینده این به آشکارا میگم یه حق مردم است بله یا حق مردم به خاطر اینکه کل ملت افغانستان قربانی شده واقعیش اینه فعلا نمید دلخوره وسیع و گسترده ای که وجود داره یا بعض یا تعبیرش همین رو میکنه که میگه زندگی فعلا در سر تا سر افغانستان مخصوصا در شهر کابل یک تصادف هست راست هم میگه پس شما پاسخ روشن و دقیق نیافتین برای ما. تشکر ما چیز جدیدی از اینا دریافت نکردیم که برای ما قناعت بخش باشه سپاسگزارم لالای صاحب حداقل شما اگر مطرح بسازین یا مشخص بسازین چرا نهادهای امنیتی پاسخ دقیق و یا هم به باور آقای ناصری پاسخ صادقانه به نماینده های مردم نمیتن تمام ناامنی ها و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره اگر اونا مسئول هستن شما بر نماینده برای کسایی که به شما رای دادن بر موکلینتون پاسخگو هستین حداقل تمام ناامنی هایی که در ولایات انجام میشه تا اونا دستشان مستقیم به نهادهای امنیتی برسه با نماینده ها در تماس میشن پس چرا نهادهای امنیتی پاسخ دقیق و راسخ و صداقتمندانه به شما رای نمیکنن بسم الله الرحمن الرحیم تا جناب ناصری صاحب ته دارینا تلویزیون ټولو کارکوونکو ته ټولو لیدونکو ته د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم در هر څه د مخه د انسانان دشمنان د اسلام دشمنان د افغانانو دشمنانو بل خصوص په دا ډیورنډ کې چې دواړو غاړو ته پراته دي د دې پښتنو دشمنانو نن بیا په هلمند ولایت کې زموږ بې ګناه افغانان په شهادت ورسولم په دې شکل باندې د کونړ په ولایت کې زموږ د خلکو شهادت روان دی خدای دې هغه شهیدانو وبخښي د دوی کورنۍ ته دې خدای د زړه صبر ورکړي هم په شمول زموږ په امنیتي سکتور کې چې ځوانان مې د وطن د دفاع دپاره همیشه وینې توی کړي دي او بیا هم توی وي دا چې د ولسي جرګه درې مشخصې وظیفې لري د قوانینو تصویب د حکومت پر کړنو باندې څارنه د خپلو خلکو نمایندګي د خپلو خلکو نمایندګي موږ په هر صورت کې هم کړې ده ام کوو هغه په دې معنا باندې چې د خپلو خلکو غږ مو رسولی دي لوړو مقاماتو ته مې رسولی دي د مطبوعاتو د لارې مې ویل دي دوی ته مې د نږدې ویل دي دغه امنیتي سکتور چې دا نن راغوښتل سوی وی ښه به دا وایي چې په دې کې د شورای امنیت
مشاور اتمر صاحب مال ته مش مخبل درجه هم پورته کی چې اتمر صاحب دلته چې حضور نه لري زموږ ډیر سوالونه اتمر صاحب ته راځي کیږي چونکی چې دا کوم مسولین چې راغلي و دا سرپرستان دي وزیران نه و چې دوی موږ مشکلات رسیدګي کړی دا ژغ در دوی پر موږ رسولي وای دا وستا سوګوري کی اداري سرپرست دي د تغییر او تبديل دغه مسائل نور په حکومت کې منسته خلک په بعد الاتو کې د مشکل په الاتو کې ورځ درابله د افغانستان هغه امن منطقو ته نه امن منطقه نه امن کیږي یوازې دا سینه چې موږ همیشه ویل دي چې دا شپږ دیرش دا و دیرش کاله پر موږ پر افغانانو باندې جنگ ته پل سوی دي د منطقې د استخباراتو د رقابت میدان افغانستان ګرځېدلی دي یو خدانه چې دیارلس کلنی حکومت موږ ته جواب نه دی ویلی دا اوس حکومت هم موږ ته جواب نه دی ویلی نه راته ویلی چې ځانونه یوې خوا او بلې خوا ته راته اړي که کومه ستونزه او مشکل پیدا سوی دی دا اوس به زه تا ته وایم دا خلک وایي اوس دغه یو خوا هغه خبرې دي چې یو څوک په یو نامه تیاړی بل څوک یې بل نامه تیاړی چې مشخص ما په میزو کې ویل دي چې یو هغه زموږ دښمن دی چې د منطقې استخباراتو په غېږ کې راته نیولی دی د طالب نوم پرېږدي د تروریست نوم پرېږدي هر نوم چې پرېږدي یو هغه زموږ خلک یې دښمن بولي چې د ځینې نهاله خلکو د لاسه توپک په لاس کې اخیستی دی یو هغه زموږ د خلکو دښمنان دي چې دا اوس هم د افغانستان په ډېرو مناطقو کې د مواد مخدرو جنګ شروع کړی دا اوس هم مواد مخدر روان دي زه در نن د یوې واقعې سره تماس نیسم بیرته درته راوړم تاسو وګورئ خلک به څنګه توپک په لاس کې نه اخلي خلک به څنګه غرو ته نه خیژي چې په حکومت کې د دې سړی نشته چې څوک ږغ ور ورسوي دا اوس په کندهار ولایت کې دا خلک موږ ته جنګونه وایي د لیرال دا خلک مې دونه نفس تنګه سوي دي د خلکو جایدادونه خرڅېږي د خلکو مځکې قبضه کیږي دا اوس چې خلک هلته کاروبار کوي یو سبزي مارکیټ دی حکومتي چارواکي چې هلته والي دی ښاروال دی د پولیسو په کومک سره خښتې وروې د دروازې ورته بندې کې دغه سبزیجات او میوجات په موټرانو کې خراب سول نو دا خلک زه نه پوهېږم چې دوی اوس دا خلکو ته موږ ستونزې پیدا کوو که د خلکو ستونزې موږ رالوو دغه ستونزه د وزارت داخلې سره مې شریکه کړه د ریاست جمهوري د مقام دویم معاونه سره مې شریکه ریاست جمهوري ته مې هل راوستی خو شکر دی اوس په ریاست جمهوري کې اوس څوک پیدا کېږي نو په ټلیفونو کې نسي پیدا کول نو شورا امنیت کې څوک پیدا کولی شي هم په دې شکل په کمیسونو کې ارګانې مې هلته زه وایم دا بس په دغسې راواخم دا نن چې کوم امنیتي مسولین رالو پر کومو مسایلو باندې چې دوی بحث وکړي واقعا هم که موږ ورته وګورو د دوی په بحث کې موږ دغسې نوي شیان نه ولیدل یو شی چې موږ د دوی په بحث کې ولیدی هغه هغه دوه سوه شپږ کوم تروریستي ډلې چې دوی یادولې یا دوه سوه درې ګروپونه چې دوی یادول په کابل کې یا دوی وویل چې دغه دوه ټیمه چې تاولو تداومو اصلاحتهمګرایو په دې کې هغه زورواکي خلک چې مسلح خلک دي په زرهاو سلا مله سلاوي دلته توضیح سوي دي چې هغه که د کارتونه اخیستي دي یعنې هغه دي موږ نسو کولی چې مخه د دې ونسو که چاته لاس وراچوو دغه مخنیوی موږ نسو پکې کولی زه یو شی وایم دا اوسنی حکومت ته چې دواړه ټیمونه هر ټیم ته خلک په دې خوشحاله وو که دغه واک ته ورسېږي نو به په افغانستان کې یو بدلون راسي او هغه شعارونو ته چې زموږ خلکو کتل واقعا هم د بدلون په امید باندې وو دا چې وروسته بیا جنجال پیدا سو د وحدت ملي حکومت سو زموږ خلک بیا لا په دې خوشحاله سو زه چې د وحدت ملي حکومت و پښتون دوې ټوټې وو تاجک دوې ټوټې وو هزاره او ازبک ټول یو په یو ټیم کې یو په بل کې دا سره یو ځای نو دا به یو قوي حکومت ځینې جوړ شي وروسته چې در دې موږ وکتل چې د زاړه حکومت ځینې افراد او اشخاص کوشش د دې کوي چې دا نظام کمزوری کړي دا حکومت کمزوری کړي او ځینې هم په حکومت کې ځینې کسان دي چې پر دروسه ساته پورې ولې پر چوکیو پر نورو مسایلو باندې سره جنجال دی او دا ویره باندې تمامي مشکلات فکر میکنین یکی کنار هم قرار گرفتن و باعث میشه که حداقل نهادهای امنیتی هم نتوانند به شکل دقیق و مطمئن پاسخ بگویند به نماینده های مردم خیلی خلاصه دست دی در هغه وخت پورې چې موږ مسلکی په واکن د د ازبو تنظیمو د ډلو د ټپلو سپاکه وردو او پلیس ونه لرو چې په واکې ملي په ادا ملي بودن یې ثابت نسی بیا د سلیقې پر بنیاد باندې یا د افرادو د اشخاصو د زور په د نګاسه هلته په امنیتي سکتور کې ځای پر ځای سي یا لکه اوس ځای پر ځای سوي دي که موږ په هغه بخش کې چې دغه ډلې وټپلو س بیا مې دغه وردو جوړوي د افغانستان خلک دې خوشباوره کېږي نه که چیرې دغه اوسني حکومت چې دا اوس په راس کې خپله ډاکټر صاحب اشرف غني دی که چیرې داسې دغه خلکو سره وعدې کوي که چیرې دی په دې باندې وتوانېدی چې اردو یې د ډلو وټپلو سپاکه که امنیت یې پاکوي او وزارت یې داخله یې پاکوي هم په دې شکل باندې لکه دا چې د ګرنیزون پیشنهاد یې کړی دی چې د کابل په ښار کې یو ګرنیزون جوړ شي او هغه یې باصلاحیته ګرنیزون جوړ کړي چې ولایتو ته هم دغه زمینه برابره کړه چې په ولایتو کې هم د دې څانګې ایجاده شي چې هغه دونه باصلاحیته وي چې خپله رژیم
جمهور د د ماوینین اجرایی رئیس دغه ډلې وټپلی په شمول د وکیل سناتور هر څوک سي چې غیر مسولی هغه غیر قانوني حرکتونه چې در سره کی او دوی مخنیوي کولای شي او څوک پر مخ باندې نور زه فکر کوم چې امیدواری وي که دغه رقم وضعیت یا دغه رقم حالات نن پر کورنړو پر هلمند باندې نن د افغانستان په ټولو ولایتو کې افغان وژنه شروع ده او دا په دې افغان وژنه باندې زموږ ټول خلک پوهیږي چې د زاړه حکومت ځینې افراد و اشخاص د جاسوس رول ادا کوي چې دغه زمینه برابره تشکر الله صاحب بعدا برمیگردیم به شما مجددا و همکاران مشاوره وقفه دارن پس وقفه آقای فایق را همچنان با خود خواهیم داشت و با نهادهای امنیتی هم همچنان تماس گرفتیم از آدرس سخنگویان میبایست اینجا حضور میداشتن و مباحثی که مربوط به اونها میشد پاسخ میگرفتیم اما با تماس های مکرر موفق به این مسئله نشدیم اما وقفه پس از وقفه دامین بست بدون برنامه خوش آمدین جناب آقای فایق شما هم خوش آمدید میگیم به برنامه اما در نخست خیلی خلاصه اگر شما هم چشم انداز دارن به پاسخهای امروز از آدرس سرپرست نهادهای امنیتی با ما شریک بسازین پاسخها تا چه میزان مقنعه و دقیقا متناسب با پرسش هایی بوده که شما مطرح کردیم بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما و سلام برای صنفی های عزیز ما و مردم افغانستان هرچند در کل بگیریم اینها کدام پاسخ یا حرفی برای گفتن نداشتن که قناعت مردم و نماینده ها را فراهم بکنه و از جهت دیگه هم اینها در یک جایگاهی با صلاحیت هم نیستن که خب حالا یا صحبت بکنن باز هم نگرانی های از جانب سرپرست ریاست امنیت ملی وجود داشت مبنی بر این که بعضی از اقدامات را که حالا حکومت افغانستان و نیروهای های امنیتی در اختیار دارن مثلا این وضع اصلاحات را به وجود بیارن محترای فلمدار نباشه یا مثلا کمربند های باز یا راه های باز کابل است و یا مراکز توریستی در اطراف است که اظهار نظر کردن که گویا در هر مسئله ای که اقدام میکنن از جانب خود حکومت یا کسایی که در تیم ها هستن وابسته هستن از اینها مثلا واسطه میشن و یا جلو از اینها گرفتن میشه و یا زورمندان در این مسئله دخیل هستن مواردی بود که خب حالا این موارد بسیار مهم هست که مردم افغانستان هم از حکومت همین را میخوان که گرچه نوا اشارات داشتن که به مزور خودم بسنجین یا توانایی خودم درک بکنین مردم افغانستان هم یا نماینده ها هم این را میخواین که حکومت را بالاتر از توانایی‌هایشان چیز توقع ندارن منتها اونم توانایی هایی که در اختیار دارن پارلمان افغانستان براشان کمک بکنه اونم اصلاحات و بهبودی را به وجود بیاره وقتی که مویترهای فلم شیشه ای یک مشکل خلق میشه یا مثلا ای که کمربند ها باز است راه ها باز است چرا حکومت افغانستان توجه نمیکنه باید تشکیلات در اونجا کار است افراد در اونجا کار است افراد متعهد کار است اینها مواردی است که خوب است که معمول هم است که با نماینده ها در پارلمان در جریان قرار میتن و حمایت پارلمان را با خود میگیرن بعد از این اگر با چنین مواردی اگر اقدام بکنن خب حالا پارلمان افغانستان در اونها مثلا طرف نمی باشه و از مسائل حمایت میکنه بیشتر همین بود اما وزارت داخله بله. و وزارت محترم دفاع چیزی نداشتن که خب حالا قابل بحث هم بوده باشن بله خب اگر پاسخ کلی به شکل عمومی قابل قناعت نبوده و چون قبلا آقای ناصری هم اشاره کردن و شکل هم لالای هم اشاره کردن که به شکل روشن مشخص پاسخ های وجود نداشت فکر میکنین با کدامی که از عوامل برمیگرده آیا چالش ها و مشکلات به حدی است که اینا نمیتونن ارزیابی کرده پاسخ های دقیقی که نماینده ها همان گونه که شما گفتین در این زمینه هم دخیل شدن راه حل ها و پیشنهاداتشان مطرح کنن یا نه بینش ها طور دیگه است که آقای ناصری باوردمند هستن که صادقانه پاسخ نمیدن چیزی که دوستا گفته این هم واقعیت داره و راستی هم همین گونه است اما نهادهای امنیتی هم متاثر از وضعیت جوی سیاسی مملکت هست شما میبینید که وضعیت به طوری است که از یک سال دو سال به این طرف ما یک وضعیت سیاسی خوب در کشور نداریم و تا هنوز هم ما کابینه را نساختیم و کسایی که پاسخگوی اولی بر پارلمان افغانستان باشه در اینجا وجود نداره
و یا افراد هم از این که حالا اینها مسئول اول یا مثلا کاندید نیستن و میدانن که مثلا در نهادهای امنیتی از پارلمان رای نمیگیرن، زیاد اعتنایی هم بر پارلمان ندارن، هر آنچه که میگن و پس میرن و پارلمان افغانستان هم از اینها نمیتونه که یارا استیضاح بکنه و یا بازخواست بکنه و هیچ نوع موارد قانونی در این مورد هم وجود نداره. از این بابت هم یک مسئله گزارش دهی و است که آمدن و رفتن، و ما دیروز که در آجندای را گنجانش میدادیم تعدادی از وکلا مخالف هم بودن که نیازی برای آجندا نیست. بله. و کسایی هم نیستن که ایرا بیان بر ما پاسخ بودن و ما در مورد قناعت و عدم قناعت خود یک تصمیم بگیریم. تشکر. اما باز هم این که پارلمان دور از مسائل امنیتی و یا روز شنبه هم یک آجندای دیگه داریم که وضعیت حکومت داری در افغانستان هست و تاخیر کابینه است، معکلین فکر نکنن که پارلمان در هیچ گونه در این موارد فکر نمیکنه. از این بابت آجندا را گرفتیم، مرد آجندا را که رویش حداقل یک بحث صورت بگیره. سپاسگزارم آقای ناصری. جدای از این نکته هایی که پاسخ روشن بود، یعنی حداقل نکات و موردی هم مطرح بود که از آدرس سرپرست نهاد امنیت ملی افغانستان مطرح شد، نابسامانی که در شهر کابل در مرکز مطرح شد، تمام موارد و مؤلفه شما حتما یادداشت دارین. فکر میکنین به کدام یک حرف برمیگرده، به کدام مورد برمیگرده؟ فکر نمیکنین اینا مق به جانب هستند که بیشتر نابسامانی ها و حداقل علل و عوامل ناامنی که در شهر به وجود میآیه همین حلقه های وابسته به نهادهای بلند مرتبه و یا هم به باور شما جاسوسان و یا هم به بیان اکثر تحلیلگران همان نهادهای مافیایی حلقه های حکومت است؟ باید ما میخوایم این رقم توضیح بدیم که بدون تردید دشمن در درون نهادهای محترم امنیتی ما نفوذ کرد. با چه کمیت، با چه کیفیت، ایشی اونا باید جواب شفاف بده تا اون چهره های مقدس بخش عظیمی که 98% یا 99% تشکیل میده، اینا باید مسئول بمانه و مورد احترام مردم و مورد حمایت همه ما هست و وجیبه ملی همه ما، چی وکیل باشیم چی غیر وکیل باشیم، و عبارتی از است که باید از اینا حمایت شود. و فرض مثلا این است که بیشتر قربانی را این فرزندای گمنام ملت مسلمان افغانستان ایره فکر میکنین برابر با انتظار از زمانی که از نفوذ چهره ها یا مهره ها با تاسف در نهادها و سکتورهای امنیتی سخن گفته میشه، بنان پاسخی هم وجود داشته باشه که ایرا حداقل برای مردم واضح بسازه که از کدام مجرا آمده؟ بله، ای باید. چرا؟ بر نفعشان است. فرضاً این سوال وقتی که ما مطرح کردیم، ما خائن ملی نیستیم که جاسوسی برای کشور میکنیم. مطابق با ماده 69 قانون اساسی، حتی رئیس جمهور در مقابل مردم افغانستان و ولسی جرگه مسئولیت داره، دوستا شرف حضور داره، محاکم خاصی در نظر گرفته شده که اگر کسی مرتکب خیانت ملی، یک وزیر اگر میشه خدای نخواسته، یا یک وکیل اگر میشه، یا رئیس جمهور یک رئیس جمهوری مملکت خدای نخواسته مرتکب خیانت ملی میشه، محکمه خاص قانون در قانون اساسی پیش بینی شده. او وکیل محترمی که اونجا میگفت که این با موضوع امنیت ملی برمیگرده، خوب نیست طرح از این قضیه. وقتی که طرح از این قضیه خوب نیست، پس مردم از کجا بفهمه؟ باید مردم بفهمه یا نفهمه؟ باید مردم بفهمه. چرا؟ به خاطر اینکه از طرف دیگه ما قانون دسترسی به اطلاعات را به اصرار پاس کردیم. پس بیاین پاسخ بگیریم طرف دیگر این مسئله را. همان گونه که شما گفتین قانون در این عرصه وجود داره و وضاحت های قانونی هم هست، تا در موارد مهمی که برابر با سرنوشت و عموم ملت افغانستان رابطه داره هم پاسخ مردم بدانن و بگیرن از آدرس مسئولین. اما فکر نمیکنین که همان گونه قبلا مطرح کردیم پاسخ اساسی که حلقه ها و نفوذ های فراتر و بالاتر از توانمندی اینا وجود دارن، که اینجا سهلنگاری و عدم صداقت مطرحه، بلکه ممکن نفوذ فراتر از حد توان وجود داشته باشه که چهره ها فاش نشه؟ مسئله دشمنداری یک چیزی که به اصطلاح جنگ جبهی باشه غیر جبهی باشه، دشمن طرف میکنه که در عمق استراتژی ها و خاکریز های دفاعی و جنگی و سنگرهای بتون ریزی به اصطلاح طرف جانب مقابل نفوذ بکنه. این یک اصل کلی است. از طرف دیگر یک سری سهلنگاری هم وجود داشته و برمیگرده ریشه بحرانی که فعلا اینجا وجود داره، در همین دوران حکومت وحدت ملی به وجود نیومده، ریشه در دوران حکومت جناب آقای کرزی صاحب وجود داشته. فرضاً رئیس محترم سرپرست محترم امنیت ملی مطرح میکنه که 500 تا موتر شیشه سیاه و چیوچی بدون پلیت در کابل داخل میشه، خب بگیرن اینا، قوه مجریه هستن اینا، بکشن بیارن چهرهای امین را افشا بکنه. اگر وکیل العیاذ بالله خو بره افشا بکنه، اگر وزیر بیاره افشا بکنه،
هر کسی که هستن خب بالاخره قوه مجریه برای همین قضیه است. وقتی که میاین کلیگویی میکنن بیشتر انسان به شک میاندازه. اینا فکر میکنه با کلیگویی میتونن دفاع بکنه و در صورتی که با کلیگویی نمیتونه قناعت مردم با خود جلب بکنه و همو اعتمادی که تا به حالا وجود داشته بالاخره یکی پس از دیگری باز یس هم فرو میپاشه. تشکر اجازه بدین. بله نیروهای محترم سکتور امنیتی نیست که کلیگویی بکنه، اینا باید جواب شفاف بگه. این که جواب شفاف و روشن نگرفتین یا اونا ارائه نکردن، میخوایم دیدگاه آقای لالایی داشته باشم که چرا، علت در چیست، چرا دقیقاً پاسخ روشن همان گونه که آقای ناصری مطرح کردن نهادهای امنیتی پاسخ دقیق و یا هم برای افشای چهره هایی که کمک میکنه نهادهای امنیتی تقویه شود و امنیت به افغانستان و یا مرکز به ثبات برسه کمک کنه اونا افشا نمیکنن، اصل علت در کجاست؟ شما چی یافتین؟ داشتید یو مملکت که سی عدالت به وجود باندې نوی راغلی، فقط مملکت که مکافات او مجازات نوی، طبیعی خبره ده چې دغه سی وضعیت به لکه په افغانستان کې دلته که په افغانستان کې که زموږ په امنیتي سکتور کې که در امنیتي سکتور د باندې په درو سره قواو کې هر څوک مجرم وپېژندل سي د جاسوس په کلمه ورته د مواد مخدر د قاچاقبر تور پرې اته شواهد اسناد موجود دي په افغانستان کې در اوسه ساته پورې د افغانستان په حکومت کې در اوسه ساته پورې دونه توانایي نشته چې هغه مجازات کې یا چې کوم څوک ښه کار وکړي دلته فقط د سلیقې شناخت پر بنیاد باندې دی د بلې خواسه داسې دی زه وایم که دغه مسؤلیت او صلاحیت دغه سره معلوم نسی اون په افغانستان کې دا مشکل نه ورکیږي اوس یو چا په غاړه کې مسؤلیت دی هغه صلاحیت نه لري زه اوس دغه اوس څه چې سرپرستان دي دا د یو عسکر صلاحیت نه لري دا د یو مامور صلاحیت نه لري د صلاحیتونه ټول په دغه څو میاشت کېږي وایم تاسو وګورئ زه یو نمونه د کندهار مې یو نمونه درته راوئ په کندهار کې مځکې چور کېږي غصب کېږي د خلکو ځایونه خرچېږي حکومتي املاک خرچېږي وکیلان نارې وایي خلک یې نارې وایي د افغانستان رئیس جمهور خبر دی کابینه خبره ده ټول حکومت خبر دی ولسي جرګه خبره ده یعنی دا ټول یعنی دغه موږ چې دا چیغې د خلکو دپاره ویلي داسې یو مرجع موږ تر اوسه پورې په اول لکه پیدا کړی دی یا عدلي او قضایي ارګان یا د افغانستان اجرایه قوه یا که غذایه قوه کې یا په بوکلینه قوه کې چې تصمیم ونیسي چې دا څوک یي. اما آقای لالایی شما که از صلاحیت و مسئولیت گفتین حداقل این سه ما را شما نمونتن مثال دادین اینجا حرفتان بجا، اما زمان قبلا شما مطرح کردین که چالش ها و مشکلات شما با ریاست جمهوری هم حتی در جریان گذاشتین و حتی نهاد ریاست جمهوری کشورم بنان صلاحیت فراتر و بالاتر از اینجا که به نابسامانی های حداقل قندهار و یا در کل در ولایت افغانستان رسیدگی نمیشه. دیر لسکاله باندې زه بس نکوم هغه ملکی و خانی حکومت و په اوس کې چې دا کوم مشکل دی د دیر لسکاله د حکومت افراد و اشخاص لا در اوسه پورې په دې حکومت کې پاتې دي در اوسه پورې د دوی مداخله او د دوی سیستم روان دی په هغه حکومت کې ځینې افراد و اشخاص دي چې د نوي حکومت د ناکام کېدو یا د وحدت ملی د حکومت د ناکام کېدو کوشش کوي. تاسو وګورئ هم این نکته هست زمانی که مطرح میشه که اینجا اینا بر میراث سیستم کهنه و جاسوسان و مشکلات اداری 13 ساله کار میکنن و همه معضل ها پا برجاست. این نکته رو میخوایم بدونم از آدرس شما من حیث یک نماینده مردم که زمانی که این همه موارد بحث میشه پس چنانی که آقای نبیل هم اشاره کردن که عدم موجودیت یک هماهنگی و استراتژی کلی میان نهادهای امنیتی وجود داشت اینجا چه نکته وجود داره؟ آیا واقعا رأس حکومت افغانستان در 13 سال امنیت در افغانستان نمیخواست و یا نه در سطح پایین تر جدا از مسئولیت و صلاحیت نو توجه هم به امنیت نبوده؟ داشته دی د دیر لسکاله حکومت د سولې دپاره پروسه نه درلوده پروژه درلوده د سوله د دوی په وجود کې نه وه د دوی د سولې دپاره اراده نه درلوده په افغانستان کې زه بار بار مې ویل دي په مطبوعاتو کې مې ویل دي د افغانستان یوه مرجع ده زه هره مرجع چې د عدلي او قضایي ارګان دغه استخبارات زما سه دغه ورته ویلي مې دي چې په افغانستان کې پر موږ باندې یو شپږ دېرش کاله جنګ دی بل دا اوس جنګ چې دی دا د منطقې رقابت دی هندوستان او پاکستان دلته رقابت لري د دې رقابت مخ دې ونیول سي د یوې خواسه موږ پاکستان د پاکستان سرګرۍ اداره وژني د بلې خواسه هندوان په موږ ننوتلي دي دلته افراد و اشخاص په زاړه حکومت کې درلودل د بلې خواسه ایرانیان دي زموږ خلک ګوره د وکیل په شمول موږ یو بیچاره خلک یو بیچاره هغه چاته ویل کېږي چې څوک یې غږ نه اوري دغه اوس چې هم چې دا کوم مشکلات جوړ دي دا اوس موږ ته دا اوس دا زموږ د افغانستان د اوسنی نوی رئیس جمهور د هغه د زاړه حکومت د هغه د کرزي د ټیپ د خواسه ماسره دی پر هره خوا باندې ځي زه درته وایم که اوس یو څوک مجرم یې د یو چا در مجرم جرم یې کړی دی قاچاق یې کړی دی زه درته یو ګوره یو مشهور قاچاقبر په حکومت کې د یو
شخص د خواسه چې په حکومت کې هغه غټ سره دی داغه د خواسه هغه 15 کال بند محکوم دی هغه لکیږي د افغانستان رئیس جمهور په هغه خبر دی د افغانستان د امنیت ملي رئیس په هغه خبر دی د افغانستان وزیر داخله سابقه وزیر داخله په خبر دی ټول اسناد او شواهد یو مخته پراته دي د دې چارواکي په مورید باندې تصمیم نشي نیولای کرزی صاحب خو دی کیږي پلانکی منطقه سکوت کی پلانکی منطقه کې پلانکی کار کیږي کدا لري کوپل ته په پلانکی کوم خو دی کیږي دلته د خلک د کومو د خوشاله کول د پاره د افرادو د اشخاصو د خوشاله کول د پاره د مملکتو د خوشاله کول د پاره دروس ساته پور لا دروس سیستم جوړ نه دی دا نن زما په کور کې مجلس خلک راټول سیو چې موږ څه وکړو موږ ورته ما ورته ویل چې مال اور ورته در صبر وکړي در هغه وخت پر صبر وکړي چې دا غدو ډیر لس کال می صبر کړو یو څو عمر صبر ورته وکړي چې دا غزمج حکومت د زړه سرطان سره ځان خلاص کړي لکه یو ځل دا زموږ نوې حکومت سرطان ولې سرطان کم څوک دی هغه افراد او اشخاص چې په زړه حکومت کې په فساد تورن او په د ځکه مافیا او د مواد مخدر کچ اکبر او هغه تورېستي ډله سي خسران وجه د افغانستان په څو ولایتو کې د حکومتي افراد او اشخاص د خاصه ډلې وجدي وسولې په د کندوز کې په د بغلان کې په د غزوی کې تاسو نه لیدلې د مطبوعات اگر د دنیا نه پر ځای دله دروسه ساته پور یو څوک موږ نه په دې نه ولدې څوک راکښ کې موږ ته د وسوم د غژغ پورته کو داس موږ مسولیت ک زوایم دلته یو بشي بل دی د خلک ځان نه موجه کی دا یو خبر ده خلک ځان په دې نه مواجه کی که زه د شکایت یو چا سره د پلانکی چارواکي ته وکم دغه د چارواکي دغه په مورید باندې تصمیم نه نسی او هغه چارواکي زما دشمن سو مګر یو شی دی زه څه وایم موږ د وزه د خپل دولس استازی در خپل اوله سفرې در خپل اوله سفرې د اچا پروانه لرم که هغه خارجي وي که هغه همسایه وي که هغه په افغانستان کې وي هغه مسلمان مخالف یې بولي سیاسي یې بولي هر څوک څه بولي خو زه څه وایم وند افغانستان خلک دوی په دغه رقم الات کې پاتاسي چې د یو په خاطر باندې په بل چا کار نشي درلودي او دا تر سو وامر سره دغه د افغانستان مشکل نور زیاتی او ار ورځ به موږ وشل کیجو او مدی به معلومی لاس وره چولای نس بله تشکر اما آقای فایق تا چه زمان باید صبر کرد اگر در گذشته علل عوامل مشکلات وجود داشت اکنون صفحه جدید ریاست جمهوری سیاست اجرایی و معاونین در کنار این حداقل ریاست جمهوری افغانستان امیدها برای بهبود وضعیت امنیت است. آیا در تداوم گذشته اینها هم کار را به پیش میبرند؟ اینجا ارادی سیاسی و قاطعیتی که برای مدیریت اداری کشور مطرح بود کجاست؟ هرچند از ایجاد حکومت وحدت ملی تا امروز وضعیت امنیتی بدتر شده بهتر نشده. خب دلایلش هم چند بودی است. یکی از دلایل تاکید میکنم که تا هنوز اونمو معلفه های حکومت وحدت ملی اونمو اصلاحات تا هنوز عملی نشده. عمدترینش مسئله کابینه است. تا وقتی که شما یک وزیر با صلاحیت، یک قماندان امنی با صلاحیت، یک رئیس امنیت با صلاحیت نداشته باشین، خب چگونه ما توقع امنیت را و اقدامات مثبت را داشته باشیم؟ یک مسئله بود. دومش سعیست که این حکومت تازه ایجاد شده، هنوز شما میدانید امروز در مجلس هم مطرح کردیم و بحث ما ممین است که مسئولین بر ما این میره جوابش نمیده. تا جایی که ما اطلاعات بر ما میرسه دست های سیاسی که در داخل حکومت در بدنه های اصلی نیمی حکومت هستند و حتی یک دو نفرشان هم تا هنوز تغییر نکردن، گروه هایی که حبالا وابسته به رئیس جمهور قبلی هستند. اینها در صدد ازی هستند که اگر حملات را سازماندهی نمی کنند فقط وظایف خود را انجام نمیتن، در نهادها ششتن و تماشاگر هستند که چگونه حملات اجرا شوه و دشمن چگونه کار خود را انجام بکته تا اینکه حکومت بدنام شوه و بگویند که خب حالا ما بهتر از اینها بودیم. آقای فایق این نقطه چه فکر میکنین یا همین موارد چگونه توجیه میشه و مردم چگونه پاسخ بگیرن از آدرس نماینده های خود و در کل از حکومت افغانستان که حلقه ها وجود داره، افراد وجود داره، ساختار و نظام و صلاحیت و ارادی سیاسی یک ساختار به نام حکومت فلج میسازن که اونا نتوانن کار خوب بله. کنن؟ حالا ما می پاسخ را از می کسایی که اطلاعات دارن این ریاست عمومی امنیت ملی اندازیمی سوال کردیم که سوال ما را جواب بدن، نه سوال ما رو رد کردن نه به او سوال پرداختن. خب نگرانی ما از این بابت است. امید ما به این است که حکومت وحدت ملی به یک اصلاحات گسترده امنیتی نیاز داره و ما ساعت پیش هم خبر شدم که یکی از مقامات بلند وزارت داخله را رئیس جمهور مکتوبش داده که برو در خانه بشی. بسیار کساست که باید در خانه برن چون اینها
به حکومت وحدت ملی باور ندارن. پس کسی که به حکومت وحدت ملی باور نداره و علاقمندی برای می حکومت نداره، خب دیگه نیازی نیست که در داخل حکومت باشه، چون در حکومت کار نمیکنه. وقتی که به حکومت کار نکنین، به وطن کار نکنین. وقتی که شما یک پست ایراز میکنین، در اونجا میباشین، خدمت نمیکنین، اولای وظایف خود را انجام نمیتین، خب این معنیش است که ضربه مردم میبینه. باور ما این است که همه کسایی که به پست های اساسی هستن، به حکومت وحدت ملی برین، نمی تشکیلات خالص هر گونه که شده آمده، خب باور ندارن، خب حالا کارم نمیکنن. وقتی که تعهد کاری یا ندارن، خب نیاز نیست یا برن در خانهشان بشینن ببینن که حالا تشکیلات جدید حالا میتونه که در بر داخل افغانستان امنیت را به وجود بیاره نبره. یک موضوع. موضوع دیگه شما ببینین، امروز رئیس امنیت ملی موارد که محترم داودزی وزیر پیشین داخله گفته بود دوباره رد کرد. اینا هیچ گونه هماهنگی میان این دو نهاد نبوده. پس این گونه که هسته خب خیلی سخت است که یا اینچنین میگن. مورد سوم، ببینین تنبلی افراد پایین از عسکر شروع، طوری که ناصری صاحب گفت ما هم قبول میکنیم که نیروهای امنیتی ما روز قربانی میتن، اما او عسکر که از پیشش اینطوری تلاش شده تیر میشه، اینطوری زمو تنبلی میکنه یا نمیفهمه یا کارش انجام نمیده، خب این باعث شرمندگی است که چگونه از پیش تلاشی میکنی تیر میشه. حتی ما فشار ما بایی بود که این افراد باید تغییر بخوره و یا برشان دوباره بر تعهدشان تاکید شوه و برشان روحیه انگیزی و تن دوستی برشان داده شوه. حتی کسی برم گفت که مثل که آقای نبیل امروز گفت موتر از پشاور بار میشه مواد انفجاری در کابل، باید نزدیک هرک با گفته نبیل یا یک جای دیگه باید صبح زود وقت تاریکی میرسه که باید این انتقالش مواد انفجاری است، باز این تاریخ باز بعدن میاد. بازی موتروان امو تلفون را که برش داده بود زنگ میزنه که تلفون را بالا نمیکنه، در خواب بوده، خب میگرده کوچه به کوچه که خانه ازی کجاست، باز از پلیس پرسان میکنه، از پلیس پیرهدار میگه خانه فلانی کجاست، میگه برو اون دوجا است، امو کد امو جا که میره امو را تا میکنه. فکر موتر مملو از مواد انفجاری، این قدرم بی تفاوتی میشه. باز ما با کدام روی از او دفاع بکنیم؟ سعیست قربانی های کسایی که در خط اول جنگ میکنن و کار خود انجام میتن، عملات تو انتحاری رو آغوش میکشن، خب این فداکاری کلان است. بله بدون شک مردم افغانستان هم به این جانفشانی نیروها و فرزندانشان بله. ما میخواهیم که به صفت نماینده ها ما بر از یک اصلاحات کلان نیاز داریم. آقای فاق یک طرف دیگر همین اشارات که شما کردین نیاز به تماس شما داره و دیدگاه شما رو میخوایم داشته باشم. اگر این رقم و از سلنگاری و از غفلت نیروهای امنیتی که بعضشان هستن و اکثرا همون گونه گفتیم مردم به شجاعت و پایمردی نیروهای امنیتی شون در جاده ها میستن، در کوه و کمر میستن، افتخار میکنن. این نیروهای امنیتی که در سرک ها و جاده ها هستن مردم بهشان افتخار میکنن. اما طرف دیگه اش که آقای نبیل مطرح کردن و آقای ناصری هم تماس گرفتن که موترهای شیشه سیاس افراد و کسانی که در فراتر از دست نیروهای امنیتی کار میکنن و این انتحار و انفجار میارن. بعضی از نماینده ها میگن حتی تا اندازه ای است که ممکن است شما یک انتحاری رو بخرین تا هر جای که خواسته باشین بیان بر شما کار را انجام بده. اینجا کدام نکته را شما مطرح میسازن؟ آیا بازم برمیگرده به سلنگاری اینا یا همان علایق رفتاری و ارادی سیاسی در حکومت؟ ببینید مسئولیت حکومت وحدت ملی بسیار کلان است، میراثدار یک حکومت فاسد است. در مسئله قضیه کابل بانک ما دیدیم به گونه غیر مستقیمش، از یک نفر مشخص میگیم، از یک نفر یک تیم به نوعی غیر مستقیم حمایت کرد و از چند نفر یک تیم دیگه به گونه غیر مستقیم خیلی حمایت نشده. خب وقتی که ما متهم میشم در یک موردی، حداقل پیش قاضی را خو میرم. خب چرا تو پیش قاضی را یا نرفتن؟ اگر قرار به این باشه که اصلاحات را یا انجام بتن، از عامر اوزه یکیش حمایت بکنه، از قماندان امنیه یکیش حمایت بکنه، از رئیس امنیت یکیش حمایت بکنه. او روز یک نفر میگفت که خب اینم اینا بچهای اینم وطن هستند که بدون از اونها دیگه چرا ما تشکیل بدیم؟ خیلی که بچهای وطن است، خب وطن 13 سال خراب کردن، خب بازی خراب کرده برن. ما به صفت نماینده ها توقع ما و توقع مردم همین است که وقتی که ما به اصلاحات میریم به مصلحت دیگه کاری نیست. تشکر. ای که مربوط ای تیم میشه یا ای تیم میشه، ما دیدیم تعداد زیادی از امی خرابکارا، تخریبکارا هیچ نوع اندیشه و نزدیکی به برنامه های اردو کاندید محترم نداشتن، اما به خاطر حفظ خود، به خاطر آیندهشان رفتن به یک تیم، استاد شدن در کنارش، گویا او اعضای او تیم است، اما در برنامه او تیم عمل کرده از او نامده. گپ مهم این است که افغانستان به او افراد نیاز نداره، افغانستان برای افراد نیاز داره که بر اصلاحات متیقین باش و بر تعهدات خود عملی بکنه و وضع بهتر بسازه. تشکر آقای فائق. وقفه خیلی کوتاه و در ادامه جمع مدنی مبحث.
بدم برنامه خوش آمدین آقای ناصری. حال با تمام این گفته ها و مواردی که خیلی عینی هم مطرح میشه، بین یک نقطه دیگر باز کنیم. اگر حکومت قبلی بود بیشترین این گونه دیدگاه بود که نوع نگاه های تبارانه وجود داره و نوع بینش های مصلحت گرایانه رئیس جمهور کرده این همه نابسامانی ها را رقم میزنه. یک نکته که قابل توجه است، اینجا حکومت وحدت ملی ایجاد شده و بیشترین تحلیلگران معتقد بودند که اینجا دیدگاه های متضاد با هم یک جا کنار یک ساختار آمدند و ساختار را به نام حکومت وحدت ملی ساخته که حداقل نظر به وضعیت عینی افغانستان خیلی متناسب است. معنی این حرف این که اگر از تبار خاص نوع نابسامانی ایجاد میشه، طرف مقابل میتونه در مقابلش بیسته. حالا اگر با تمام این نهادهای مختلف و این دیدگاه‌های مختلف و یا حتی بگوییم رهبرها از مجموعه‌های مختلف مردم افغانستان در رأس حکومت افغانستان است، هنوز هم تداوم نابسامانی چه معنی را میده؟ اینایی که دیدگاه‌های مخالف هم داشتن اکنون در امتداد نابسامانی‌های افغانستان در تبانی هم قرار می‌گیرن، انتظار مردم برای امنیت و ثبات چی میتونه باشه؟ از دو حال خارج نیست. نکته بسیار جالب جناب آقای فایق وکیل محترم ما اشاره کردن، بسیار چی مثلا به عنوان مثال ببین، اینجا استعدادهای بسیار متفاوت گوناگون و شایسته و توانمند به شکل مستقل وقتی که ارزیابی میکنی در کنار هم دیگر قرار گرفتن. اما وقتی که نامی که می در مرکزیت قدرت مجسم می سازه حکومت را تحت عنوان حکومت وحدت ملی، از دو حال خارج نیست. یک مرتبه اینا می آیه تمام رقابت های منفی تبدیل به رقابت های مثبت میشه. آینده و فرجام ازی بسیار نیکو خواهد بود برای مردم افغانستان و سرنوشت افغانستان و ملت افغانستان و تمام آرزوی شهروندان محترم افغانستان از شرقش تا غربش، از جنوبش تا شمالش به این باور هستن و انتظاراتش امین. اما فراموش نکنیم با کمال تأسف در اولین ساعات و روزها و هفته‌های تشکیل حکومت مسئله کابل بانک وقتی که اتفاق میفته، جناب آقای فایق اشاره کرد، من میخواستم اشاره بکنم واقعا اگر ما بخواهیم به طرف یک ریفرم اصلاحات واقعی گام بر نداریم این حکومت موفق نخواهد بود. یک و ثالثا با کمال تأسف این ریفرم معنا نمیده که ما رفیقم وقتی که دیروز فاسد بود امروز در کنار ما از اون حمایت بکنم. اما جناب آقای کی فایق اگر به اصلاح از رفیق خود حمایت کرد، باز بالاخره ما زمان انتقاد به طرف از بکشیم. با این وضعیت سرنوشت افغانستان نه تنها که به طرف بیبودی نخواهد رفت، بلکه متاسفانه در رقابت های منفی باز در میدان مبارزه همه استعدادها چون به سمت سوی منفی حرکت میکنه و جنگ و منازعه است، فتن انجام درگیری بیخود، لجبازی های متفاوت از دیروز و در نتیجه باز چی میشه؟ سرنوشت از این حکومت بدتر از حکومت آقای کرزی خواهد. اما ضعف انرژی ها در داخل جدای از آن که به ورا و حکومتداری هم بیندیشن، اما تعهدات و وعده های زمان کمپاین، تعهداتی که قبل از حضورشان در این صحنه اداری سیاسی افغانستان بودن، به کجا؟ آیا اینا بیاد ندارن که همه مردم بیاد دارن تعهداتشان را تا در قبال حکومتداری خوب، از تغییر و تحول تا اصلاح و تغییر نکته های وجود داشت؟ پس این همه نکته ها به کجاست؟ خب اون حافظه تاریخ ملت مسلمان افغانستان به خاطر خوب داره که دکتر صاحب عبدالله چی گفتن، دکتر صاحب اشرف غنی چی گفتن، خود در دوره دوم اینا رفتن دیگه با هم دیگه رفتن که درسته. اما تا به امروز متاسفانه اونم اندیشه و اونم باورهایی که خلق شده بود یکی پس از دیگری به اصطلاح بر روی یخ نوشته شده و در مقابل آفتاب روشن مانده تبدیل به آب شده و همینطوری به هدر برای زمین رفته که ما هیچ گونه رازی موفقیت تا این لحظه ای که ما جناب آقای فایق و جناب آقای لاله صاحب وقتی خدمت شما هستیم، همه مردم افغانستان میدانه که هیچ گونه گام مثبتی از عملکرد تشکیل حکومت محترم وحدت ملی به چشم نخورده است. امیدوارم که در روزهای آینده و در هفته های آینده و در سالهای آینده و در ماهای آینده خود اصلاح بکنن و برن دنبال اون مشاورایی که واقعا داده تا ثابت شود که واقعا در خودی داشت. تشکر آقای فایق. اگر دیدگاه این گونه است و یا هم حداقل به گفته های آقای ناصری کمک توجه کنیم و اگر از اقتباس گفته هایشان دیدگاه شما را داشته باشیم که یأس و ناامیدی مردم دیگر چه راهی داشته باشند برای تداوم حیاتشان در این جغرافیا و حیات سیاسی کشور و کدام سمت و سو میره؟ نقد کردیم 13 سال گذشته را و این سفر یک صفحه متفاوت تر از گذشته دیدیم. حال دیدگاه مردم و آینده نگری شما به کجا؟ بله،
امیدهای ما هنوز پابرجا است، زیرا تا هنوز بدنه حکومت تشکیل نشده که ما ناامید باشیم. اما فکر نمیکنین یکی از نقطه های ضعف همین مورد است؟ بله. با گذشت حدود 80 روز کم و بیش، یا رسیده به 80 روز از تشکیل این حکومت و تحلیف و همه موارد، اما کابینه چرا تشکیل نمیشه؟ سوال است که نمیخوایم پاسخ بگیریم. فکر میکنم در یک بودش توقعات ما و مردم هم بالا رفته. یک انتخاباتی که نتایج از او نزدیک به یک سال دوام بکنه، خب باید بسیار طبیعی فکر بکنیم کابینهش هم یک سه ماه دوام میکنه. اگر ما قبل از قبل این توقع را داشته باشیم که کابینه در یک ماه انجام شود، خب این توقع ما اضافه است. و بعد از این هم اگر ما توقع امنیت را در کابل و شهرها در ظرف یک دو سه ماه آینده فکر بکنیم، خب این توقع هم یک توقع بالاست. چون مشکل است که ما اونمو اصلاحات یا میکانیزم هایی که به خاطر تامین امنیت و یا مشکلات اقتصادی مردم داریم، یک فرصت کلان را بر ما میتر از ما میگیره. آقای فایق، هر روز مردم در ناامنی ها جانشان را از دست میتن، فرزندانشان را از دست میتن. فکر میکنین توقعشان برای تامین امنیت و ثبات افغانستان بیجاست؟ فکر میکنم که این حرفا که حالا میزنم مربوط میشه به شاید مربوط میشه به کسای دیگه، که بس این است که ما واقعا در بخاطر اصلاحات گام برداریم، ما واقعا بخواهیم که یک گپ تاثیرگذار را بزنیم، یک اقدام عملی را بکنیم، این است که ما باید مربوط، اگر مربوط یک تیم شویم، اول انتقاد را از تیم خود آغاز بکنیم که اصلاحات به وجود بیاید. و یا اگر که در تیم ها نبودیم، خوب است که آزادی داریم هر آنچه که میگیم بگوییم. اما دیده میشه که در این چند ماه نزدیکان که بسیار نزدیک هستند، حتی مشاور، حتی بسیار نزدیک دستیار، مسئلات های سیاسی رو برشان میتن، فقط میان از رئی جمهور رو انتقاد میکنن. اما تو هنوز بیخبر هستن که این اصلاحات و یا این ناکامی ها و یا این ایمی موارد، خب 50% برای خود ما برمیگرده. فکر میکنم که ما اگر این گونه باشه که یک تیم بیا بالای تیم دیگه بگه که اینمی از خاطر اینمی است، تیم دیگه به یک از خاطر همی است، خب اگر قرار باشه که رئی جمهور اگر ملامت باشه، خب رئی جمهور رو بگذارید کابینه‌ش چور کنه تا 24 ساعت میتونه. خب این مسئله حقگیری است، 50% است، نمیفهمم چی است. خب حالا فکر میکنم که اگر ما واقع بینانه عمل بکنیم، همچنان که ما انتقاد را دو طرفه میگیریم، بیشترین انتقادایی که در مطبوعات و در اینجا ظهور میکنه بیشتر بالای رئی جمهور است. من فکر میکنم که تنها رئی جمهور دیگه مقصری رئی جمهور متوجه باشیم، رئی جمهور اشرف غنی مثل رئی جمهور کرزی اختیارات 100% را در افغانستان نداره، ورنه وقت کابینه هم ساخته شده بود. اگر او اصلاحات را که دوام میکرد دوایش هم بود. خب پس وقتی که ما مانی اصلاحاتش میچنیم و حرکت میکنیم، خب متوجه باشین که بخشی از انتقادها مستقیمان بالای خود ما وارد میشه که باید به خاطر رفع از او خود ما یک اقدامات عملی انجام بده. سپاسگزارم آقای لالایی. آیا نقدها از ریاست جمهوری کشور و کسی که در رأس این حکومت قرار داره بجاست برای آوردن امنیت و ثبات، برای ساختن حکومتداری خوب و در کل برای تشکیل کابینه که به باور اکثر نماینده ها این کشور اکنون هیچ ساختار نداره؟ دست دیگه زوی در صدا خبری سه شروع کمه در وست صدا پویر لاز زده حکومت لاز نده کشلی در دیه پرزه چی مجنی وکی وکو کمک بو وکو سی دازه خلقو توم در غرامی تیره سی کمک رو سرو کسی پلا کابینه جوره سی خونه پریجنی سی کابینه جوره سی. دلته یو ته شریفاتی حرکتونه دي چې دا اوس یې موږ په سترګو وینې، یو د اعتماد فضا دلته بې اعتمادي دونه ډېره سوې ده چې څوک پر چا باندې اعتماد نسي کولی. تاسو وګورئ که دا اوس موږ ورته وګورو دا بې اعتمادي دیارلس کاله دونه جوړ ډېره کله چې اوس خپل هغه نږدې دوستان یو پر بل باندې اعتماد نه سره لري. د دې په څنګ کې زه یو شی بل وایم، دا موږ هم په کرات کرات باندې دا بحثونه کړي دي. هغه صلاحیتونه موږ مشوره هم دا وله چې صلاحیتونه باید سره تقسیم سي. رئیس جمهور د یو کار په غاړه کې واخی، خارجي مملکتونه ته په غاړه کې واخی، امنیتي بخش ته خپل اول ماوین ته پریږدي چې دغه د دې مسائل په کې راټول کی، هغه قانوني بخش ته دویم ماوین ته پریږدي، اجرایی رئیس ته دغه خپل چې په څو قانون کې خوشې نهسته، خو بیا هم په هر ترتیب باندې اوس خو ګډ حکومت یو عادت ملي دی چې افغانان اوس سترګې ورته په لارې دي. دغه مسایل دې سره جلا کړي. د دې په څنګ کې یو شی زه بل وایم، دغه مسایل چې دا د فساد تاسو وګورئ چې ډک شوی دی، دا اوس یعنې د وزارت دفاع کې فساد په پراخه پیمانه
په وزارت داخله کې فساد، په امنیتي ملي کې فساد، په زموږ په نور وزارت مالیه، په نور ادارو کې فساد. د دې لپاره دی یو میکانیزم، یو دوه ټیم دي، یو شی زه د افغانستان رئیس جمهور او د دې معاونین ته وایم. بله پلان د کوم وایي زموږ امنیتي سکتور ته، که دفاع وزارت دی، که داخله وزارت دی، که امنیتي ملي ده، هغه پر وطن مین خلکو ته د صلاحیت ورکړي چې دوی هم داخلي دښمن سرکوف کی هم خارجي دښمن. دا یو خبر چې ډاکټر صاحب اخیری کې وکړه چې زه د ډاکټر صاحب د خبرې سره په مافیکه باندې یو شی زه وایم. دلته ځینې مشکلات یا ځینې نیوکې باید موږ ته هم راجی دي، موږ یعنی چاته، هغه چاته راجی دي چې مشکلات خپله دوی جوړ کړی دي او تاوانه یې پر رئیس جمهور باندې. دا که پر رئیس جمهور ته سړی ګوره، که دا اوس یو ټیم ته ګوته نیول کېږي، دا بل ټیم سره په لنډه توګه باندې د تذکرو مسله ده. دا اوس د تذکرو مسله ده. د تذکرو مسله په ولسي جرګې کې د امنیت داخلي کمیسیون رئیس د یو چا د ټلیفون پر اساس باندې جوړه کړې ده، نن یې په مشکل کې ټول افغانستان. من رحمت و از شما هم تشکر میکنم در این برنامه حضور پیدا کردین و همچنان از شما عزیزان که تا کنیم بینیدین برنامه بودین، همچنان سپاسگزاری میکنیم. تا برنامه بعد در حفظ الله باشید. با امید افغانستان سربلند، موفق، کامگار، رستگار و متمدن.